هاشون از اون مسیر اولیه جمله که آقای یونسی گفت زمانو It's not just the actors dealing emotionally. Skeleton, you now can drive computer generated character. The intent is Oh, yeah, everyone's very excited. ساعت 5 عصر به کارگردانی و تهیه کنندگی مهران مدیری. این فیلم داستان شخصی را روایت می کند که تا 5 بعد از ظهر یک روز فرصت دارد تا کاری را انجام دهد. نگین معتزدی. سیامک انصاری. امیر جعفری، مدیر فیلم برداری محمود کلبی، آزاده صمدی، و مهران مدیری. ساعت 5 عصر. یه چند تک فیلم با هم ببینیم. این دفعه بدجنی های رودها تو در میارم نکات مثبت زندگی تو فکر کنم نهنگ انبر 2، سلکشن رویا، فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی سامان مقدم. نهنگ انبر 2 پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران محسوب می شود. این فیلم که دنباله فیلم نهنگ انبر محسوب می شود از تاریخ 20 اردیبهشت 1396 در سینماهای ایران اکران شده. در پی ممیزی‌های فراوانی که شورای پروانه نمایش بر روی این فیلم اعمال کرد، سامان مقدم، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده این فیلم، واکنش نشان داد و گفت: چیزی که می‌بینید، لاشه نهنگ انبر دوست. با این حال، نهنگ انبر دو با فروش تقریبی 1,200,000,000 تومان و جذب 112,000 تماشاگر تنها در 3 روز اولیه اکران، رکورددار فروش افتتاحیه در تاریخ سینمای ایران است. بازیگران این فیلم: رضا عطاران در نقش ارژنگ صنوبر، مهناز افشار در نقش رویا، بیشکا آسایش در نقش فرناز، حسام نواب صفوی در نقش شها، رضا ناجی در نقش فرناز. پلیس بالاخره منو پیدا کرد. آرزوم بود میتونستم یه جوری بترسونمش که دیگه هیچ وقت سراغم نیاد. میتونی اگه منو بگیرن به ایران حمله نظامی میشه؟ نه، من اصلا تو این مملکت کاری نیستم که کسی با من کاری داشته باشه. این کارا برای چیه؟
تو به این چی کار داری؟ شده یه چیزی فکر بکنم چسبیده اینجا مثل حشره داره شیره جونم رو میمه که من باید یه جوری تخلیه بشم. میشه بریم اتاقت ورزش کنی؟ پلیس! نهنگ انبر دو، فیلمی از سامان مقدم. رگ خواب. رگ خواب فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید نعمت‌الله و نویسندگی معصومه بیات. فیلم داستان مینا را روایت می کند، دختری که بعد از جدایی از همسرش به دنبال شغل و مکان اسکانی می گردد. در این مسیر با کامران، مدیر رستورانی که در آن کار می کند آشنا شده. کامران سرپناهی به او می دهد. مینا تحت تأثیر حمایت‌ها و محبت‌های کامران به او دل می بازد. کامران نیز به مینا مشتاق و علاقمند است. روزها از پس هم می‌گذرد و عشق مینا به کامران کاسته نمی‌شود و اوج می‌گیرد. اما کامران دیگر قصد ادامه ندارد. رگ خواب از 17 خرداد ماه 1396 اکران شد. بازیگران: لیلا حاتمی، کوروش تهامی، الهام کردار، بامداد نعمت‌الله، لیلا موسوی. کلن میدونین چه چیزی از همه چی مهمتره؟ نه دقیقا. آرامش شما از همه چی مهمتره؟ آرامش من؟ در تمام عمرم چنین ترکیبی رو از کسی نشنیده بودم. به حال اگه چیزی لازم داشتی حتما به من زنگ بزنی. زنگ نزنی ناراحت میشم و منو ناراحت نکن. قابل اعتماد، زیباترین و برازنده ترین مردی که دیده بودم. دقت کردی آدم ها تو ارتباطشون از یه جای ناخودآگاه به جای شما میگن تو؟ چیزی داشت شروع میشد که ناشناخته بود، هیجان انگیز. گریه کن؟ حالا تاسه میش برم بخن؟ کاش بهش میگفتم دنیا در بود و نبودش چقدر فرق میکنه. فقط تو رو میخوام، برای تو دلم تنگ تنگ. سارا و آیدا. این فیلم داستان دو دوست سارا و آیدا را روایت می کند که آبروی یکی از آنها به خطر افتاده و حالا باید به کمک هم شرایط را به حالت عادی بازگردانند. اما آنها تا کجا پای یکدیگر می ایستند؟ مدیر فیلمبرداری حسین جعفری. این فیلم در تاریخ 18 مرداد 96 اکران شده. کارگردان و تهیه کننده مازیار میری و نویسنده آن امیر عربی است. مصطفی زمانی. پگاه آهنگرانی. غزل شاکری. شیرین یزدان. سعید چنگیزیان. این چه کیفریه؟ اشکالی از دستمون بر نمیاد. یه هفته حاج آقا.
تنها کاری که میتونم برات بکنم اینه که بنویسم 24 ساعت همونجا نگرش دارم. دختر باهوشی، چون هم میدونه من کلید خونه‌شو دارم، هم میدونه تو رو میتونم راحت پیدات کنم. کاری نمیکنی به چک کنن ها. این پرونده امروز باید ختم بشه. ببین از دار و ندار دنیا هم یه خونه واسه ما مونده. ایز بگم ناراحت نمیشی؟ چی؟ من به سعید گفتم نگران نباش. به نظر من که تحلیل طلبکارا با هم دیگه دست به یکی کردن. ببین فقط بهش بگو هر چقدر دلش میخواد فرار کنه، نره خونه، خوشم من پنهون کنه. بالاخره که باید خوش ما نشون بده. من جان دوست دارم. خب عزیزم منم دوست دارم. تابستان داغ. نامزد دریافت 13 سیمرغ بلورین از 35مین جشنواره فیلم فجر، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری و تدوین از 35مین جشنواره فیلم فجر. کارگردان ابراهیم ایرجزاد، تهیه کننده جواد نوروزبی. این فیلم در تاریخ 8 شهریور ماه به اکران سینماهای کشور درآمده. نویسنده این فیلم پیام کرمی است. بازیگران: علی مصفا، پریناز ایزدیار، مینا ساداتی، صابر ابر، لیلی فرهادپور. بیمارستان کار پیدا کرده. من میخوام کار کنم ایمان، چرا نمیفهمی؟ تو مدام حالت داره عوض میشه. ما داشتی به بچه دوم فکر میکردی. تو فکر میکردی نه من. طلاق نمیدم. طلاق نده. من بچه هم ببینم. خیلی خوب برو شکایت کن، هر کاری بلدی بکن که نشون بدی پدری. دیگه چرا داد میزنی؟ تو چرا هیچ وقت راستش به آدم نمیگی؟ عزیزه نمیترسم. از این ترسیدی؟ این چیه چاه اینجا کندی؟ از کجا معلوم دو روز دیگه چیکار میکنی؟ اصلا زندگی ما چه ارتباطی به شما داره؟ قبلا با اینا مشکلی نداشتی؟ نگار. فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی رامبد جوان. فیلم نامه احسان گودرزی. این فیلم برای اولین بار در 35مین جشنواره فیلم فجر به اکران درآمد و توانست نامزد 9 سیمرغ بلورین شده و یکی از آنها را به دست آورد. این فیلم به ماجرای جنایی پرداخته، جایی که نگار جواهریان نقش دختری به نام نگار را بازی می کند. او دختر خانواده‌ای نیمه مرفه و اسیر است. پدر او در یک معامله اقتصادی شکست خورده و با اسلحه خودکشی کرده است. این تحلیلی است که پلیس نسبت به مرگ او اعلام می‌کند، اما نگار این تحلیل را باور ندارد. اینم از نگار. بیا بابا. اینم هدیه که قرده بود بر من. هدف نگاره، همه وسیله. سلام، خوشگله. به این دوربین نگاه کن. میخوان بکشنت. میدونی اینقدر آرومی؟ ما اینجا به مورد مشکوکی بر نخورده. بابت خودکشی کرده. پرواز وریان خودکشی کرده. از نظر من بابا خودکشی نکرده. از کجا فهمیدی؟ راست میگه. من خودتی همچین جایی ببینم. بس اون را کشتن 4 نفر آدم اسم من تو کاری نداره. اصلا کی یعنی؟ برو سکته میکنم. دو روز دیگه یکی دیگر میبینی هوای نگار از سرت میپره. بابا چی کار کردی؟ گمشو برو بیش. منم که دنیام شده تو. که اینقدر عوضی شدی که من نفهمم؟ نگار. 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 کوری نگار. بسته دیگه. بس کن بابا. اولیه
It's not just the characters dealing emotionally. And skeleton, you now can drive a computer-generated character. The intent is everyone's very excited.